امروز با هم میخوایم سوال 227 کنکور ریاضی سال 98 رو بررسی کنیم. سوال 227 راجع به مبحث تعادله. یه مسئله داده که با هم قدم به قدم حلش میکنیم. سوال گفته 10 مول گاز هیدروژن سولفید یعنی H2S با 10 مول گاز اکسیژن واکنش میده در یک ظرف 1 لیتری. چیزی که تشکیل شده گفته بخار آب و گاز SO2. خب اگر واکنش رو موازنه کنم، در ابتدا یه یک پشت H2S بذارم، مجبور میشم یه یک پشت هیدروژن H2O بذارم. هیدروژنام از اینجا که موازنه شد، گوگرد سمت چپ یه دونه است، پس یه یکم پشت SO2 میذارم. دقت که کنید میبینید سمت راست 3 تا اکسیژن و سمت چپ هیچی اکسیژن ندارم، چون اینجا هیچ هنوز عددی براش نذاشتم، میتونم بگم هیچ اکسیژنی وجود نداره. بنابراین اگر ضریب اکسیژن رو ضرب در 3/2 کنم، اون موقع میتونم بگم سمت راستم 3 تا اکسیژن و سمت چپم 3/2 اکسیژن، که اگه ضرب بشه میشه 3 تا اکسیژن. حالا طرفین واکنش رو در 2 ضرب میکنم. از اونجا مخرج کسریه اکسیژن از بین میره. تا اینجای کار موازنه شد. میریم سراغ ادامه سوال. میگه اگه پس از برقراری تعادل 5 مول بخار آب در مخلوط وجود داشته باشد، ثابت کار رو میخواد بدونه چقدره. خب تو اینجور مسائل تعادل که ثابت کار رو ازتون میخواد و مولهای اولیه واکنش و در نهایت یکی از مولهای تعادل رو داده، بهترین راه اینه که جدول رسم کنید. جدول رو بر حسب غلظت مواد موجود در واکنش رسم می‌کنیم. می‌نویسیم غلظت اولیه. تغییر غلظت و غلظت تعادلی. خب از اینجا اطلاعاتی رو که سوال داده وارد جدول میکنیم. سوال به ما چی داده؟ 10 مول گاز هیدروژن سولفید. یادتون باشه من جدول رو بر حسب غلظت همیشه تشکیل میدم. بعد باید وقتی مواد که اولیه رو که واکنش به من داده رو وارد جدول کنم بر حسب غلظت باشه. پس اگر اینجا من 10 مول گاز هیدروژن سولفید دارم، باید تقسیم بر حجم ظرف کنم، غلظت رو به دست بیارم، داخل جدول قرار بدم. اینجوری اشتباه شما تقریبا نزدیک به صفر میشه. حالا شانس خوبی که آوردیم ظرف و 1 لیتری داده تر را. بنابراین 10 مول گاز هیدروژن سولفید معادل همون 10 مول بر لیتر هیدروژن سولفیده. و برای اکسیژن هم همون 10 مول بر لیتر. و طبیعتاً اول واکنش که ما هنوز H2SO2 نداریم، پس مقدار غلظت اولیه‌شون صفر. تغییر غلظت -2x -3x به اضافه 2x و به اضافه 2x. غلظت‌های تعادلی هم حاصل جمع دو مرحله اولیه، یعنی 10 منهای 2x 10 منهای 3x 2x و 2x. ادامه سوال گفته 5 مول بخار آب. خب بخار آب وقتی 5 موله، چون حجم ظرف 1 لیتره، یعنی غلظت وقتی میگه در مخلوط تعادل داشته باشم، یعنی 2x رو به همون داده 5 مول بر لیتر. خب از اونجایی که این SO2 هم همون 2x، پس غلظت SO2 هم در لحظه تعادل میشه همون 5 مول بر لیتر. قبول دارید از اینجا مقدار x مون